سر خط خبرها. هشدار پاکستان به حملات بیرون مرزی علیه طالبان پاکستانی. وزیر دفاعی پاکستان بار دیگر افغانستان را متهم به پناه دادن تحریک طالبان پاکستانی کرده است. هیچ موضوع مهمتر از مسئولیت یا امنیت پاکستان نیست. تی تی پی از آنجا یعنی افغانستان عملیات می کند، اما پناهگاه های آنها در داخل پاکستان هم است. تلاش چین برای حل قضایای افغانستان. رئیس جمهور چین میگوید که بیجینگ به نقش خود برای حل مسائل افغانستان ادامه خواهد داد. چین عزم خود را برای توسعه صلح تغییر نخواهد داد، زیرا بیجینگ به ایفای نقش سازنده در بحران اوکراین، حل مناقشه فلسطین اسرائیل و حل فصل مسائل مربوط به شبه جزیره کوریا، ایران، میانمار، افغانستان. تنش جو بایدن و دونالد ترامپ درباره خروج از افغانستان. ترامپ در نخستین مناظره انتخاباتی تصمیم خروج از افغانستان را شرم‌آورترین لحظه در تاریخ آمریکا دانست. و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران. 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ساعت 8 صبح امروز آغاز شد. بنام خدا، سلام بر شما. به خبر 8 خوش آمدید. امروز جمعه 8 ماه سرطان سال 1403 هجری شمسی است. من عبدالعزیز سخی‌زاده هستم. مشهوری خبرها. وزیر دفاع پاکستان تهدید کرده که در چارچوب عملیات تازه اردوی پاکستان زیر نام عزم استحکام طالبان پاکستانی را در بیرون از خاک آن کشور مورد حمله قرار می‌دهند. خواجه آصف بار دیگر امارت اسلامی را به پناه دادن تی تی پی در خاک افغانستان متهم کرده است. هرچند امارت اسلامی درباره این اظهارات واکنشی نداشته است، اما بارها حضور و فعالیت طالبان پاکستانی در خاک افغانستان را رد کرده است. تی تی پی ابزار نارضایتی مقام های ارشد پاکستانی. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان تهدید کرده است که اسلام آباد در چارچوب عملیات تازه اردوی پاکستان زیر نام عزم استحکام طالبان پاکستانی را در بیرون از خاک آن کشور مورد حمله قرار خواهد داد. او در گفتگو با صدای آمریکا بار دیگر امارت اسلامی را به پناه دادن طالبان پاکستانی یا تی تی پی در خاک افغانستان متهم کرده است. ببینید، اگر ضرورت شود، چون هیچ موضوع مهمتر از مسئولیت یا امنیت پاکستان نیست. تی تی پی از آنجا یعنی افغانستان عملیات می کند، اما پناهگاه های آنها در داخل پاکستان هم است. 4 یا 5 هزار تن آنان را عمران خان در آن زمان به پاکستان آورده بود. محمد آصف همچنان در این گفتگو هر گونه فرصت مذاکره با گروه تحریک طالبان پاکستان را رد کرده است. با این همه آگاهان میگویند که انجام حملات اردوی پاکستان در خاک افغانستان پیامد خوب نخواهد داشت و یخ روابط کابل اسلام آباد آب ناشده باقی خواهد ماند. چگونگی روابط افغانستان با پاکستان از چندین دهه به این سو یکی از پرمسئله ترین روابط دو جانبه در جنوب آسیا بوده است. این گونه که شمار دیگر آگاهان میگویند پاکستان در این مدت گاه با حکومت های افغانستان روابط دوستانه، گاه خصمانه و گاه مبهم را در پیش گرفته است. عملیات نظامیان در داخل پاکستان با آن کشور تعلق دارد، اما آنچه در گذشته استراتژی نظامی پاکستان در مورد عملیات های بیرون مرزی متعدد نشان داده، همه به خاطر امتیازات اقتصادی آن کشور به بهانه مبارزه علیه تروریسم بوده، در حالی که خود پاکستان معجد افراطیت و تروریسم است. امارت اسلامی در مورد این اظهارات خواجه محمد آصف واکنش نداشته است، اما بارها حضور و فعالیت طالبان پاکستانی در خاک افغانستان را رد کرده و گفته که قضیه تی تی پی مشکل داخلی پاکستان است و اسلام آباد باید مشکل خود را با خود حل کند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین میگوید که بیجینگ به نقش خود در پیوند به حل مسائل افغانستان ادامه خواهد داد. رئیس جمهور چین 70مین سالگرد 5 اصول همزیستی مسالمت آمیز در بیجینگ تاکید کرده که چین عزم خود را برای توسعه صلح تغییر نخواهد داد.
از سوی هم یوشیا یونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان درباره گروه تماس منطقه‌ای نشست سوم دوحه و نقش قدرت‌های منطقه‌ای در آینده سیاسی افغانستان با رسانه ایراف ایران صحبت کرده است. تلاش چین برای حل قضایای مربوط به افغانستان. شی جین پینگ رئیس جمهور چین اعلام کرده است که آن کشور به نقش خود در پیوند به حل مسائل افغانستان ادامه خواهد داد. فرد شماره یک چین در 72 سالگرد 5 اصول همزیستی مسالمت آمیز در بیجینگ تاکید کرده است که چین عزم خود را برای توسعه صلح تغییر نخواهد داد. چین عزم خود را برای توسعه صلح تغییر نخواهد داد، زیرا بیجینگ به ایفای نقش سازنده در بحران اوکراین، حل مناقشه فلسطین اسرائیل و حل فصل مسائل مربوط به شبه جزیره کوریا، ایران، میانمار و افغانستان ادامه خواهد داد. پخپل په افغانستان کې اقتصادي دلچسپی لري، لکن دوی د نورو د مسایلو د ویټولنې کې دوی غرض نه لري. نو هیله دا ده چې چینی مقامات هر هغه څه چې د اسلام مبین دین په چوکاټ کې وي د هغو سره سم څرګندونه وکړي. از سوی هم یوشیا یونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان در مصاحبه با رسانه ایرافه ایران درباره گروه تماس منطقه‌ای نشست آینده دوحه و نقش قدرت‌های منطقه‌ای در آینده سیاسی افغانستان گفتگو کرده است. این دیپلمات چینی می‌گوید که جامعه جهانی باید به فرهنگ افغانستان، مسیر پیشرفت و نحوه رسیدگی به امور داخلی این کشور احترام بگذارند. او همچنان از جامعه جهانی می‌خواهد از مداخله خود در امور داخلی افغانستان دست بردارد. آقای یونگ ابراز امیدواری کرده است که سران امارت اسلامی به وعده خود در خصوص آموزش زنان و دختران عمل کنند تا آموزش دختران بهبود یابد. جامعه جهانی باید به افغانستان، فرهنگ آنها، مسیر پیشرفت و نحوه رسیدگی به امور داخلی آنها احترام بگذارد. جامعه جهانی از مداخله در امور افغانستان خودداری کند و به هر بهانه در امور داخلی افغانستان وارد نشود و از تحمیل راه‌های حل‌های خارجی برای مسائل افغانستان خودداری کنیم. چین رابطه خوب با امارت اسلامی دارد و نخستین کشور است که سفیر رسمی امارت اسلامی را نیز پذیرفته است. تعلیم و تحصیل نه تنها که جزء کلتور و فرهنگ افغان هاست، مکاتب در افغانستان، مکاتب دخترها بیش از 100 سال است که فعال است و همچنان یک ضرورت حیاتی و حتمی در حیات جامعه افغانی است. با این حال نماینده چین برای افغانستان نشست سوم دوحه را یک نشست غیر رسمی دانسته است، اما نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان میگوید که سومین نشست دوحه در صورت مفید خواهد بود که به همکاری جامعه جهانی و امارت اسلامی کمک کند. زمیر کابلوف در صحبت با خبرگزاری تاس روسیه گفته است که همکاری سازنده جامعه جهانی با حکومت جدید افغانستان به حل چالش‌های اقتصادی اجتماعی مردم افغانستان کمک می کند. دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را شرم‌آورترین روز تاریخ ایالات متحده دانست. دونالد ترامپ و جو بایدن در اولین مناظره تلویزیونی به میزبانی شبکه CNN یک دیگر خود را بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا خواندند. اما جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا میگوید که مردم در جریان ریاست جمهوری ترامپ در افغانستان کشته می شدند و به گفته او ترامپ کاری برای توقف آن انجام نداده است. نخستین مناظره جو بایدن و دونالد ترامپ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا، اما ناامیدی جمهوری خواهان در مقابل دموکرات ها. در این مناظره 90 دقیقه‌ای دونالد ترامپ و جو بایدن یکدیگر را بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا خواندند. در مناظره CNN دونالد ترامپ بارها بایدن را به خاطر نحوه خروج شرم‌آور نیروهای آمریکایی از افغانستان مورد انتقاد قرار داد و روند خروج نیروهای آن کشور از سوی بایدن از افغانستان را شرم‌آورترین روز در تاریخ کشورش دانست. او زمانی که نیروهای آمریکایی را از افغانستان کشید بسیار بگونه شرم آور بود. آنقدر شرم آور بود که در تاریخ مانند نداشت. در حالی که میلیون ها دلار تجهیزات ما در افغانستان جا ماند، ما 13 سرباز خود را از دست دادیم.
همچنان شهروندان و متحدین ما در آنجا جا ماندند. اما جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا میگوید که مردم در جریان ریاست جمهوری ترامپ در افغانستان کشته می شدند و به گفته او ترامپ کار برای توقف آن انجام نداده است. زمانی که او رئیس جمهور بود در افغانستان مردم به قتل می رسیدند و بسیاری از نیروهای آمریکایی را در نقاط مختلف جهان به کشتن داد. ایالات متحده پس از حضور 20 سالش در افغانستان در ماه اگست سال 2021 میلادی از افغانستان بیرون شد. روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از علتهای مهم سقوط حکومت پیشین گفته می شود. اما کارشناسان به این باورند که هنوز موزل افغانستان ضعف در سیاست خارجی آمریکا پنداشته می شود. باید گفته شود که متاسفانه قضیه افغانستان، حضور آمریکا در افغانستان و قضیه خروج غیر مسئولانه، شتاب زده و غیر اخلاقی آمریکا جنگ افغانستان، مسئولیتش به هر دو رئیس جمهور و بر دو حزب پیشتاز ایالات متحده آمریکا که حزب جمهوری خواهان و حزب دموکرات ها هست برمیگرده. اداره جو بایدن در کمتر از 3 سال گذشته به دلیل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شدیداً از سوی سیاسیون و شمار از نمایندگان کانگرس آن کشور مورد انتقاد قرار داشته است. منتقدان بایدن به این باورند که تصمیم خروج از افغانستان موقف و جایگاه ایالات متحده را در منطقه تضعیف ساخته و باعث نفوذ بیشتر چین و روسیه در کشورهای منطقه شده است. رئیس عمومی دفتر معاونیت سیاسی رئیس الوزراء با مسئول بخش سیاسی دفتر معاونت سازمان ملل یا یونما در مورد نشست پیشروی دوحه با هم گفتگو کردند. ارگ در خبرنامه نوشته که مولوی زاکر با اسمیت گفته که آرزو دارند تا نتیجه نشست سوم دوحه منجر به توسعه روابط دولت سرپرست با جهان شود. او افزوده است که با توجه به وضعیت اقتصادی افغانستان باید در راستای تقویت اقتصادی افغانها کار صورت گیرد و امارت اسلامی می خواهد دایره همکاری و تعامل خود را با جهان وسعت دهد. آقای زاکر تصریح کرده که باید تلاش شود تا یونما در نشست دوحه زیر تأثیر کدام طرفی قرار نگیرد و به نتیجه مثبت آن اولویت داده شود. در همین حال ارگ به نقلی از آقای اسمیت نیز نوشته که وی نشست سوم دوحه را برای حل مشکلات و تعامل گام مثبت پنداشته است. وزارت معادن و پترولیم از علاقمندی سرمایه گذاران ازبکستانی برای سرمایه گذاری در بخش استخراج معادن زغال سنگ در افغانستان خبر می دهد. مسئولان این وزارت همچنان میگویند که سرمایه‌گذاران ازبکستان خواهان صادرات زغال سنگ از افغانستان به ازبکستان هستند. وزارت معادن و پترولیم میگوید که سرمایه‌گذاران ازبکستان مایل به سرمایه‌گذاری در بخش استخراج زغال سنگ در افغانستان هستند و همچنان تلاش میکنند تا زغال سنگ پروسس شده را از افغانستان به ازبکستان صادر کنند. مقام های این وزارت میگویند که گفتگوها با طرف ازبکستانی ادامه دارد و در مراحل اولیه پیشرفت های نیز به دست آمده، اما هنوز در نقطه توافق نرسیدند. اد بدیل و بازارونو تلاش لپاره هم حدس کلیدی خوشبختانه په دغه برخه کې د ازبکستانیانو سره هم خبرې اترې شوې دي. همې د معیاري استخراج په برخه کې، د پروسس په برخه کې، او حتی د صادراتو په برخه کې چې هغوی لیواله دي چې د افغانستان نه په پراخه کچه باندې په کلنی ډول باندې د ډبرو سکرو استخراج او دغه رنګې صادرات ولري. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز می گویند که ظرفیت های در زمینه فعالیت های اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری مشترک با ازبکستان و تمامی کشورهای آسیای میانه وجود دارد، بنابراین باید استفاده عملی از این ظرفیت ها آغاز شود. که چرته تجارتی فکر وکړو، آینده زمونږ او د مرکزی آسیا او د روسانو ډیره ښه ده، خو دا باید په صداقت وشي، تنها په کاغذونو باندې نه کیږي. دوی راځي چې موږ دلته سرمایه گذاری کوو، اما عملا سرمایه گذاری نه ده شوی. این در حالی است که مقام های وزارت معادن و پترولیم میگویند که امارت اسلامی استخراج غیر قانونی در معدن زغال سنگ را متوقف کرده است و استخراج معدن به صورت قانونی در سراسر کشور بر اساس مجوز شرکت های بزرگ و مردمی جریان دارد. مقام های این وزارت می افزایند که افغانستان در حال افزایش نیاز خود به تولید سمنت و انرژی از زغال سنگ است. مسئولان مرکز مریضی های روانی هلال احمر در شرق کشور میگویند که به دلیل چندین دهه جنگ،
فقر و ناداری، شمار مریضان روانی در این حوزه افزایش یافته و امکان تداوی محدود است. آنان می افزایند که در حال حاضر 100 مریض شامل 10 زن در شفاخانه و 450 مریض از جمله 200 زن را در خانه هایشان تحت تداوی قرار دادند. افزایش مبتلایان مریضی های روانی در زون شرق. مسئولان مرکز مریضی های روانی هلال احمر در شرق کشور میگویند که به دلیل چندین دهه جنگ و فقر و ناداری تعداد مریضان روانی افزایش یافته و امکان تداوی محدود است. خلق مراجعه بیخی زیاده ده. فقر، غریبی، بیکاری، انقلاب، جنگونه ده شندید شویده. مونگ ده سلو نیم سو کسان چه مونگ پکور که دیتا دوا ورکو ورتا اندی که دست ریر کسان دست اشتا ده چه آقا باید دکتران نظر ورکره چه آقا باید دلتا بستر شی. با گفته مسئولان این شفاخانه در حال حاضر 100 مریض شامل 10 زن در شفاخانه و 450 مریض از جمله 200 زن را در خانه هایشان تحت تداوی قرار دادند. دی چیغی می وحلی او خوب نراته بیا دل تر اغلمه دکتران طول خیر اثره طول خیدی دی دوا بند خشوی ما در اغلو مراجعه مکو دکتر سبا نصر کوری بدن دیر خدمت منگو کو دیر خد ادایو خوش لو دیو میاشت که دیر خوش نبه شپا پیجن نبه ورز پیجن لگر زیده با شپا ورز با وطا کو لکا بی خید سوا چپا زان نو و سلام لده پینزه مشکیل تم راوست اسری میشتا کور کی ویل مور پلار مورون ټول ویل ماشاء الله ډیر تغیرات پکې راغلي خښوي دي خپل کار روزګار کو دغه مور یو دی دوه سبا دا کو سی خوړلی وای بیا چې دغه خزه یو کو خزه مې ورته وکړله نو د پیښور ته لاړ سم مزدوري وکړه چې واپسی کړه ته دغه جړکه پیرا غلله. در همین حال شماره از مریضان و مریضداران از انجام خدمات صحی و برخورد دکتران در این شفاخانه ابراز خرسندی میکنند. خو روختون خو کورنۍ ده او خو ډاکټر دی خو کورنۍ غړي دي دا هو سره فرد مزه په نرمه لهجه داسې رفتار کول چې هغه د خپل ناروغۍ ته فکر نه وړي بلکې د ده رفتار نه متاثر شي او د دغه دغه ژور خپګان یا فرد مثلا استراب وي انزایټي حالت باندې شوي یا د پرسونلټي ډیسارډر باندې اخته شوي وي خپل شخصیت تر تاثیر لاندې راغلي چې هغه د پیشرفته حالت ته لاړ نه شي خدای نه خواسته لیونتون یا سایکوز خواته لاړ نه. به گفته مسئولان علاوه بر عرضه خدمات صحی رایگان به مریضان، سه وقت غذا نیز به آنها داده می شود. مسئولان محلی در ولایت سمنگان می گویند که 90,000 جریب زمین زراعتی که شامل علبچرها نیز است را از نزد غاصبان استرداد کردند. به گفته آنان این زمین های دولتی زراعتی بوده و سالها به این سو تحت کنترل زورمندان قرار داشته است. مسئولان محلی میگویند که از میان این مقدار زمین 55,000 جریب آن را دوباره به دهقانان و مالداران اجاره دادند و عواید آن در بودجه دولت واریز میشود. پس از آغاز بازپسگیری زمین های غصب شده از سوی کمیسیون استرداد زمین ها در کشور، 90,000 جریب زمین زراعتی و رهایشی در ولایت سمنگان استرداد شده است. مسئولان محلی در ولایت سمنگان میگویند که این زمین های دولتی زراعتی بوده و از سالها به این سو تحت کنترل غاصبان زمین قرار داشته است. به گفته مسئولان از میان این مقدار زمین 55,000 جریب آن را دوباره به دهقانان و مالداران اجاره دادند و عواید آن در بودجه دولت واریز می شود. جریب هم زکده که بالحال کار پر شروع دی. او څلور 15,000 جریبه مزکه هغه د چمور برسې کړي د کمیسون ته مو د دې دوسیه ورستولې چې د دې پیسې لا بیا پر کمیسون باندې ده او 9,000 جریبه مزکه بیا د غصب څخه خلاص شوی. در سطح ولایت سمنگان ما تقریبا بالاتر از 55,000 جریب زمینی اجاره ای داریم که صالح زراعت است دیگه به اجاره داده شده برای مستاجرین و البته 2,700 تن بالاتر دیگه مستاجر داریم و عوایدی که از طریق زمینای اجاره ای دیگه به دست میآید تقریبا بالاتر از 20 میلیون است. شماری از باشندگان سمنگان از تلاش های مقام های محلی در راستای بازگرداندن زمین های غصب شده قدردانی کرده و بر ادامه روند تاکید میکنند. کدام زمینی که زمینی که غصب شده از طرف زوربکا اینا را جدا کرده دولتی را به دولت تسلیم کرده رئیس خو شخصی که کسایی که قواله شخصی داره برای مردم شخصی داده رئیس این کمیسیون بسیار کارهای خوب را انجام داده. غصب زمین یکی از چالش های بزرگ در جریان سالهای متمادی به ویژه در 20 سال گذشته در افغانستان بوده است و همواره شکایت ها از غصب زمین توسط زورمندان گزارش شده است.
شما رز باشندگان ولسوالی راغستان ولایت بدخشان از نبود خدمات شبکه های مخابراتی در مناطقشان شکایت دارند. آنان میگویند که در کنار ده ها مشکلات دیگر، نبود خدمات مخابراتی و اینترنتی برایشان دشواری های زیادی را به بار آورده است. در همین حال مسئولان محلی بدخشان میگویند که تلاش میکنند تا به مشکلات مخابراتی باشندگان این ولسوالی رسیدگی کنند. راغستان از ولسوالی های دورافتاده بدخشان است که باشندگان آن با مشکلات زیادی روبرو هستند. شماری از باشندگان این ولسوالی میگویند که در کنار ده ها چالش زندگی که با آن روبرو هستند، نبود خدمات شبکه های مخابراتی از مشکلات جدیشان است و از مسئولان خواستار رسیدگی به این مشکلات هستند. ما در این قسمت به شبکه مخابراتی برای خدمات عامه بسیار ضرورت داریم به حد نهاییش، چون که همین شبکه مخابراتی یک ضرورت دیگه اهمی همین مردم نباشه که. در همین حال مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان از تلاش ها به هدف رسیدگی به این مشکلات سخن میزنند. ولی خوشبختانه ریاست مخابرات و تکنولوژی ولایت بدخشان چندین شبکه ای را در ولسوالی ها ایجاد کرده که در آینده های نزدیک انشالله افتتاح میشوند و مشکل مردم مرفوع خواهد شد. بدخشان در حوزه شمال شرق کشور از ولایت های است که بیشتر باشندگان ولسوالی های سرحدی آن به خدمات اینترنتی و مخابراتی دسترسی ندارند. اما مسئولان میگویند در یک سال اخیر در چندین ولسوالی های سرحدی آنتن های شبکه های مخابراتی را نصب و فعال ساختند و برنامه دارند به این مشکل در تمامی ولسوالی ها نقطه پایان بگذارند. برخی از دهقانان و باشندگان ولایت کندهار از دولت خواهان پاکسازی بند دهله هستند. به گفته آنها امسال آب کافی در این بند وجود دارد، اما به دلیل رسوبات و گللای آب این بند زود خشکیده و دهاقین را با مشکل مواجه می‌سازد. بند دیلی کندهار از بندهای بزرگ کشور محسوب می شود که آب زراعتی هفت ولسوالی این ولایت را تامین می کند، اما به دلیل رسوبات و گللای آب این بند زود خشکیده و دهاقین را با مشکلات کمابی مواجه می کند. اکنون دهاقین در این ولایت از دولت می خواهند تا این بند را پاکسازی کند. باید بند لوړ شي او دا کم رسومات شانچ په بند کې د پدالې په بند کې دي د دې سبا باید پاک شي. او دا چې مثال 10 متر لوړیږي 15 یا باید لوړ کې چونه د دې ظرفیت او څونه قدر کې وبال ته ذخیره کیږي هغه مشته دلته خلکو ته ګټه کوي ودلته دا والد د څه وخت دی راي لکی چې هغه زموږ په کار نه یوبه د چې څه وخت موږ په کار شي د سوزوي وخت یا د پلیزو وخت یا د غنمو د اوبو وخت یا د سوزبر وخت په هغه وخت باندې والو چې ولاړي دی باید پر دا کار وکړي چې اوس لوړ کې دا داله او دا داله چې د مخکنی يم لوش پکشي کې چې وسیم لري دا چې هغه صفاکي او سیل وړم کې دا وب چې وس د پالتو به جته وس موږ ضرورت نه لرو نه باغواله ضرورت لري دا به مخته مشته شکار وکي چې د پرچاول وړ کې بند باید دا شنه سي چې دا وب پالتو روان وي دا اول پسر له سره دا پرچاو روان وو نو دا باید لوړ سي چې دا وب راګرځېدلې وای وس په فدو متقدر کار کوي وای د میزانه په دا وب مشته کار کوي هغه پالتو لاړلې. در همین حال مسئولان محلی میگویند که برای حل این مشکل مقام های مرکزی در جریان گذاشته شدند و ابراز امیدواری میکنند که اقدامات در این راستا انجام شود. د دې لپاره موږ د مشرانو سره په دې اړه تماسونه نیولې دي، غوښتنه مو کړې ده په رسمي ډول په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې د دې بند د لوړاوي په خاطر چې دلته ظرفیت او بوډیر کو او به ولري خلک کافي وبنسته واقعیت خبره ده. نو زموږ هڅه دا ده چې پرچاونه لوړ سي بند لوړ سي خلکو ته ډېرې اوبه ورکړو. بند دیلی آب هفت ولسوالی کندهار که شامل شاولی کوت، ارغنداب، دامان، غوری، پنجوای و میوند می شود را تامین می کند. اما در طی سالیان گذشته مخزن این بند با 40% گللای و رسوبات پر شده و سطح ذخیره آب کاهش یافته است. و خبر اقتصادی هم خوش آمدید. امسال در هرات دهقانان بیش از 20,000 متریک تن کچالو برداشت میکند. ریاست زراعت و مالداری هرات میگوید که در حال حاضر بیش از 1,000 هکتار زمین زیر کشت کچالو میباشد. بنابراین نسبت به سال گذشته دهقانان حاصلات بهتری جمع آوری میکنند. اما شماری از دهقانان میگویند بازار مناسب برای فروش حاصلاتشان وجود ندارد، در حالی که
میزان برداشت کچالو نسبت به سال گذشته بهتر شده است. اما نبود بازار سبب شده تا محصولاتشان را به قیمت ارزان به فروش برسانند. زمین های زراعتی که امسال پربارتر شدند و حاصلات نسبت به سال گذشته بهتر می باشد. ساحات نزدیک به رود هریرود که سال هاست کچالو کشت می شود. ریاست زراعت و مالداری هرات می گوید امسال دهقانان در این ولایت حدود 22 هزار متریک تون کچالو برداشت می کنند. در هرات ولایت که ما 200 هکتار مزک در کچالو کشت باندی مصروف لرو او زموږ د پیشبنی پر اساس باندې 2000 متریک تونه موږ پیشبنی کړی دی ان شاء الله چې وبسي. همه روزه د قانون مصروف برداشت محصولات کچالو هستند. آنها میگویند به دلیل بارش باران در ماهای نخست سال جاری وضعیت کشت و زراعت نیز بهتر شده است. سال گذشته میزان حاصلات کچالو بسیار پایین بود اما امسال بهتر شده است. این دهقانان میگویند روزانه ده ها تن کچالو را به بازار هرات میفرستند. فعلا حاصلات خوبی از حساب کچالو ما برداشت کردیم. جریبی تا 15 خروار 18 خروار جواب میده. من متاسفانه که بازار نداره فعلا. بازار ضعیفه. پارسال که بود بارندگی کمتر بود به ذره او شد زمین سخت شده بود رشد نکرد. امسال بارندگی زیادتر بود رشد بیتره. بار امسال درشتر بیتر می. اما این دهقانان از نبود بازار فروش محصولات کچالو شکایت دارند. آنها میگویند در حالی که امسال محصولات خوب برداشت کردند اما بازار مناسب برای فروش آن نیست. آنگونه که این دهقانان میگویند در حال حاضر 4 کیلوگرم کچالو 50 تا 60 افغانی در بازار هرات به فروش میرسد. واردات کچالو از کشورهای همسایه باعث رکود بازار محصولات داخلی شده است. جلو که کچالو خارجی بگیره از اطراف نهایه که همین کچالوی که ما داریم بار که ما داریم خوب فروخته شکه. بالاخره ما هم تا اون نکنیم ضرر نکنیم. حالا خود شما میبینیم برو در گل ما به 80 روپی تخمه بیاردیم. حالا ما 50 روپی کیر بدیم. کلی ما مثلا 5 بجی 10 بجی هر جریبی ما کود بزیم میدیم. دهقانان همه ساله در ولسوالی های گذره، انجیل، پشتون زرغون، زندجان، کروخ و اوبه به گونه گسترده کچالو کشت میکنند. اما نبود بازار مناسب برای فروش محصولات زراعتی همواره از دغدغه های کلان برای آنها بوده است. نرخ اسعار و در خبرهای جهان، انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری ایران آغاز شد. علی خامنه‌ای رهبر ایران جز اولین کسانی بود که رأی خود را به صندوق رأی دهندگان انداخت. رهبر ایران گفته که حضور مردم در انتخابات برای جمهوری اسلامی یک نیاز قطعی است. بر بنیاد آمار وزارت داخلی ایران بیش از 61 میلیون و 452 هزار نفر واجد شرایط رای دادن در داخل و خارج کشور هستند. رایگیری 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از اولین کسانی بود که رای خود را به صندوق انداخت و در حسابش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مردم برای حضور در انتخابات تردید نکنند و برای اثبات صحت و صداقت نظام جمهوری اسلامی حضور مردم لازم و واجب است. موضوع به نظر من مهمی در کنار این هست و اون حضور پرشور مردم و افزایش و کثرت رای دهندگانه. این برای جمهوری اسلامی یک نیاز قطعی است. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران نیز میگوید که انتخابات در کمال سلامت و امنیت برگزار می شود. از همینجا دعوت میکنیم از همه عزیزان ملت بزرگ ایران که در ساعات اولیه در شعب اخذ رأی حاضر باشند و به نمایندگانی رو که و به داوطلبان و کسانی رو که مد نظرشون هست، داوطلب عزیزی که مد نظرشون هست، رأی بدن.
وزارت داخلی ایران گفته است که بیش از 61,452,000 نفر واجد شرایط رای دادن در داخل و خارج آن کشور هستند. این انتخابات در 58,640 شعبه اخذ رای در داخل و 344 شعبه در خارج برگزار شده است. مجموع بیش از 800,000 نفر از اقشار مختلف مردم در فرآیند برگزاری انتخابات مشارکت فعال دارند. در هر شعبه مطابق آنچه که در قانون مشخص شده بین 5 تا 7 نفر مسئول در هر شعبه حضور دارند که نمایندگان فرماندار، شورای نگهبان، فراجا و نمایندگان نامزدها امکان حضور در شعبه اخذ رای را خواهند داشت. همزمان با این پروسه رایدهی انتخابات ایران، در قنسلگری آن کشور در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار نیز برگزار شده است. نسبت به برگزاری انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران اقدام کردیم. حدود 5-6 نفر از همکاران خودمون توی نمایندگی و 1-2 نفر هم هستن از ایرانیان ساکن منطقه که انشالله تشریف میارن برای انداختن آراشون. امیدوارم که مراسم تا ساعت 6 برگزار میشه با آرامش همچنان ادامه داشته باشه. و رأی خودم بنازم و امیدوارم هر کسی که به عنوان رئیس جمهور این مملکت برگزیده میشه بتونه در خدمت مردم باشه و به مشکلات مردم برسه. به عنوان یک ایرانی به پای صندوق رأی بیام، رأی خودم و شخصی که رئیس جمهور این مملکت میشه بتونه خدمت گذاری کنه و کشور رو به روی برای پیشرفت هرچی بهتر. انتخابات ریاست جمهوری ایران به دلیل جان باختن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین در حادثه سقوط هلیکوپتر، با رقابت کاندیدهای تایید شده از سوی شورای نگهبان محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان برگزار شده است. وضعیت هوا. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر 8. از توجه و همراهیتان جهان سپاس. خدا به نگهدار. حامی نشرین برنامه افغان بی سی، سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.